سلام و درود به همه دوستان عزیزم امروز توی این پادکست قصد دارم درباره یکی دیگه از ضرب های معروف فارسی صحبت کنم ضرب مسئله امروز هست از این ستون به آن ستون فرج است که تو فارسی گفتاری میگیم از این ستون به آن ستون فرجه این ضربالمثل به معنای اینه که با صبر و تحمل مشکلات حل میشن و شرایط بهتر میشه. داستان زربال مسئله از این ستون با آن ستون فرجه بیشتر جنبه حکایتی و تمثیلی داره و به عنوان یه داستان واقعی تاریخی ثبت نشده. معمولاً این نو رو برای انتقال مفاهیم اخلاقی و فرهنگی به کار میبرند و ممکنه بر اساس رویدادهای واقعی نباشند. روایت گوناگونی برای زربان مسئله از این ستون با آن ستون فرجه است وجود داره. که توی این پادکست به چند تا از این روایت ها اشاره می کنیم. روایت اول میگویند در زمانهای قدیم جوان بیگناهی به اتهام ارتکاب جرمی که مرتکب نشده بود مرتکب نشده بود یعنی انجام نداده بود به اتهام جرمی که انجام نداده بود در زندان بود و به اعدام محکوم شد تمام شواهد ظاهری علیه او بود روز اجرای حکم فرارسید یعنی روز اعدام روزی که میخواستند بکشنش و جوان را به ستونی در میدان شهر بستند تا حکم اعدام اجرا شود در همین حین یکی از دوستان نزدیک جوان که به بیگناهی او ایمان داشت به قاضی مراجعه کرد و درخواست کرد که اجرای حکم به تعویق بیفتد چیزی به تعویق بیفته یعنی عقب بیفته دیرتر انجام بشه درخواست کرد که اجرای حکم تعویق بیفتد تا بتواند شواهد جدیدی بر اثبات بیگناهی دوستش پیدا کند. قاضی با اکراه پذیرفت. با اکراه یعنی با بیمیلی یعنی دوست نداشت قبول کنه اما گفت باشه. اوکی. و دستور داد که جوان را از ستونی که به آن بسته شده بود به ستونی دیگر ببرند و به آن ببندند. دوست جوان با تلاش و پیگیری فراوان یعنی بسیار توانست شواهد جدیدی پیدا کند که بیگناهی دوستش را ثابت می کرد. او با این شواهد به قاضی بازگشت و قاضی پس از بررسی شواهد جوان را آزاد کرد. از آن زمان این زرون به معنای امید به بهبود شرایط و صبر در برابر با مشکلات به کار میره. بریم یک روایت دیگه از این زربان مسل رو بخونیم. در زمانهای قدیم مردی به دلیل بدهیهایش به زندان افتاده بود. به دلیل بدهیهایش یعنی به دلیل اینکه به دیگران پول بدهکار بود و نتونسته بود پولها را به بقیه برگردونه به زندان افتاده بود او هر روز از یک ستون زندان به ستون دیگر میرفت و دعا میکرد که آزاد شود پس از مدتی با تغییر شرایط و کمک دوستان و خانواده او توانست بدهیهایش را پرداخت کند و آزاد شود در داستانهای قدیم ستون زندان به معنای ستونهایی است که در محوته زندان یا میدان شهر قرار داشتند و زندانیان را به اون میبستند و این ستونها معمولاً برای نمایش عمومی زندانیان و اجرای مجازات اونها استفاده میشدند حالا بریم این روایت سوم این داستان رو بخونیم مردی به دلیل جرمی که مرتکب نشده بود به اعدام محکوم شد او را به ستونی بستند تا اعدام کنند مرد درخواست کرد که او را به ستون دیگری ببندند. جلاد با اکراه پذیرفت. جلاد شخصی هست که حکم را اجرا می کنه. جلاد با اکراه پذیرفت و او را به ستون دیگری بست. در همین حین قاتل واقعی نزد حاکم آمد و به جرم خود اعتراف کرد. حاکم دستور آزادی مرد بیگناه را داد و از آن موقع به بعد این زربان مسل شکل گرفت. از این ستون به آن ستون فرج است. در اینجا فرج به معنای رهایی و نجات از مشکلاته. بر همین از این ستون با آن ستون فرجه از این ستون تا به ستون بعدی برسی احتمال رهایی از مشکلاتت هست بریم برای درک بهتر این ضرور مسئله و استفاده اون در مکالمات روزمره چند تا مثال ببینیم. مثال اول سهرا خیلی نگران امتحان فردام فکر نمی کنم بتونم قبول بشم. نیما نگران نباش از این ستون با آن ستون فرجه شاید فردا شرایط بهتر بشه بتونی به امتحان خوب بدی مثال بعدی آتوسا کار پیدا کردن تو این شرایط خیلی سخته نمیتونم چی کار کنم سپیده سب کن آتوسا از این ستون با آن ستون فرجه شاید به زودی یه فرصت خوب پیدا بشه مثال آخر رو هم با هم ببینیم بهرام ماشینم خراب شده و نمیتونم به موقع به جلسه برسم جمشید نگران نباش از این ستون به آن ستون فرجه شاید تا موقع جلسه یه ماشین درست بشه یا یه راه حل دیگه پیدا کنی خب دوستان اینم از پادکست ضرب مسئله امروز امیدوارم که براتون مفید بوده باشه اگر سوالی دارید اگر ضرور مسئله هست یا موضوعی هست که دوست دارید در موردش بیشتر بدونید حتما توی کامنت ها برای من بنویسین برای حمایت از کانال Learn Persian with Asal میتونید اون رو سابسکرایب کنید برای حمایت بیشتر میتونید به پیتریان من سر بزنید میتونید PDF و فایل پی این ضربان مسئله رو هم تو پیتریان من پیدا کنید اما میدونید که هیچ وقت هیچ اجباری نیست و من قدردان حمایت های شما هستم برای اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های آنلاین فارسی هم میتونید به persian.by.asal.gmail.com ایمیل بزنید. برای گوش دادن به پادکست های فارسی دیگه هم میتونید یکی از این دو ویدیو رو انتخاب کنید. بوز به کله هاتون. مرسی که به پادکست هم گوش دادین. اسم من اصله. دوستتون دارم. خدافز.